سالیان گذشته در خصوص برخی از محصولات که به عنوان کودهای نوین کشاورزی هستند مشغول کار بودیم و با تیم تحقیق و توسعه که داریم خوشبختانه در حال حاضر تونستیم تعداد محصولات رو به تعداد حدود 50 محصول برسونیم و از لحاظ کیفی هم خوشبختانه تمام گواهی های کنترل کیفی کودها رو تونستیم پاس بکنیم. به طور کلی کودها رو میتونم در چند بخش من تقسیم بکنم. کودهای کشاورزی معمولاً گاهی برای بهتر کردن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک‌ها استفاده میشن. ما با توجه به اینکه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان هستیم، خاک‌هامون مشکلاتی رو دارن که باید موادی بهش افزوده بشه که این مواد بتونن که گیاهان رو برای دوره رشدی که دارن بتونن که حفظ بکنن و اونها بتونن عملکرد خوب و کیفیت بهتر و بازارپسندی بیشتری رو داشته باشن. خب پس یک سری از محصولات هستن که اینها بهشون میگیم بهبود دهنده خصوصیات فیزیکی خاک که خوشبختانه ما در این زمینه هم فعالیت‌های زیادی داشتیم. در شرایط امروز دنیا یکی از اساسی ترین ارکان امنیت، امنیت غذایی وابسته به کشاورزی است که این مهم دستیافتنی نیست مگر با بکارگیری تکنولوژی روز دنیا و تغییر دادن روش‌های سنتی کشاورزی. این ثابت شده است که یک سلول گیاهی علاوه بر آب و مواد معدنی جذب شده از خاک و کربوهیدرات‌های تولید شده در فتوسنتز برای رشد مطلوب به مواد شیمیایی معین دیگری نیز نیاز دارد. موادی که در یک بخش از موجود زنده به مقادیر کم تولید می شود و پس از انتقال به بخش دیگر اثرات خاص خود را بر جای می گذارد. گیاهان به یک سری عناصر غذایی نیاز دارند که اینها باید در زمان خودش برای گیاه فراهم باشه. اگه این عناصر غذایی به هر دلیل فراهم نشه، گیاهان نمیتونن اون رشد حداکثری رو که موجب افزایش ارزش افزوده در کشاورزان میشه رو ایجاد بکنه. همچنین علاوه بر این دو نوع، ما یک نوع مواد دیگه ای داریم که این مواد بهشون میگن محرک های رشد، یا به اصطلاح انگلیسی بهشون میگن بایو استیمولنت. این مواد محرک رشد موادی هستن که باعث تحریک و افزایش رشد در گیاهان میشن. خب واقعیت این هست که ما در کشوری زندگی میکنیم که همینطور که عرض کردم خدمتتون، بسیاری از مخاطرات محیطی گیاهان باهاش دست و پنجه نرم میکنن. یکی از اینها مثلا به طور مثال سرمازدگی هایی هست که ما هر ساله در کشور داریم، خشکی هایی هست که به دلیل کم بارشی ها و کم آبی هایی که در کشور اتفاق افتاده داریم، حتی میتونم بگم که برای مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی یک گیاه قوی میتونه خیلی مقاومتر باشه نسبت به یک گیاه ضعیفتر. بنابراین تمام اینها رو که کنار هم بذاریم، کودها و محرک‌های رشد موادی هستن که گیاه رو میتونن کمک بکنن تا بتونه که یک عملکرد بیشتر و با کیفیت‌تر رو در آخر فصل تولید بکنه و به دست کشاورزان عزیز کشورمون بده. محرک‌های رشد انواع و اقسام مختلفی دارند. برخی از آنها حاوی آمینو اسید، هورمون‌ها و آنزیم‌های مورد نیاز گیاهان هستند که جهت افزایش گلدهی به کار می‌آیند. از تأثیرات کاربردی این محصولات نیز میتوان به افزایش جوانه‌زنی بذرها، افزایش توسعه ریشه های گیاهان، افزایش طول عمر بذر، تأمین کنندگی مواد غذایی و افزایش عملکرد کلی محصول اشاره کرد. خوشبختانه در حال حاضر تکنولوژی ساخت کودها به نوعی شده که بسیاری از محصولاتی که از کشورهای خارجی تا چند سال گذشته وارد میشدن و در حال حاضر هم وارد میشن، بسیاری از شرکت‌های داخلی که تکنولوژی خوبی رو دارن میتونن اونها رو تولید بکنن. من حتی میتونم اگه بخوام درصد بگم، میتونم بگم چیزی حدود 95% از نیازهای جامعه کشورمون رو ما میتونیم خودمون برآورده بکنیم و نیازی به محصولات خارجی نداشته باشیم. خب برخی از محصولات کلی واقعیت اینه که تکنولوژی‌های بالاتری رو می‌خوان. خواهشم این هست از تمام کسایی که در زمینه تولید کود فعالیت میکنن، با تکنولوژی های روز دنیا در زمینه انواع کودهای پیچیده تر آشنا باشن و بتونیم انشالله کاری بکنیم که کشاورزان کشورمون بتونن که ارزش افزوده خوبی رو به ارمغان بیارن برای کار اقتصادی که انجام میدن. محرک های رشد گیاهان سالها در دسته محصولات وارداتی حوزه کشاورزی بودند و مقصد بسیاری از کارخانه های اروپایی که در این زمینه فعالیت می کردند کشور ایران بود.
اما با ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به این عرصه، حالا کشور ما نیز توانایی تولید این محرک را دارد و محصولات تولید شده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و کارخانه‌های ایرانی از لحاظ کیفیت تفاوت چندانی با نمونه‌های خارجی آنها ندارد. خوشبختانه شرکت‌های دانش‌بنیان از مزایایی برخوردار هستند که یکی از این مزایا وام‌هایی هست که به شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص داده میشه. معرفی‌هایی که در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از شرکت‌های دانش‌بنیان میشه، میتونم بگم که عامل موثری هست که اون هم میتونه که به معرفی هرچه بیشتر محصولات دانش‌بنیان در کشور و در کشورهای که مشتری‌های محصولات دانش‌بنیان داخلی هستن بتونه که کمک بکنه. با توجه به اینکه ما در طی سالیان گذشته کارهای خیلی زیادی رو برای شناساندن محصولات دانش‌بنیانمون به کشاورزان صرف کردیم و بخش تحقیق و توسعه ما پایلوت‌های بسیار زیادی رو در مزارع کشاورزان، کشت و صنعت‌ها و سایر جاها برگزار کردن، کشش خیلی خوبی از محصولات دانش‌بنیان شرکت ما در سطح جامعه ایجاد شده و به نظر میرسه که در حال حاضر یکی از نقاط قوتی که میتونیم ما داشته باشیم این هست که بتونیم به مقدار بیشتری مواد اولیه رو تهیه بکنیم، تولیداتمون رو چه از حیث اقلام و چه از حیث مقدار افزایش بدیم تا بتونیم ان شاءالله پاسخگوی نیاز جامعه کشاورزی کشور باشیم.